سلام، من مصطفی شاکچی هستم و امروز قراره درباره یک سری اصطلاح با کلمه لرج به معنای سن یا دوره مثلا صحبت بکنیم. امیدوارم که خیلی به دردتون بخوره. بریم ببینیم که اولین اصطلاح ما چی خواهد بود. اولیش هست میشه لرج بت. بت اگر اسم باشه بچه به معنی حیوان و چهارپا و این چیزا میشه، ولی به عنوان صفت یعنی مثلا استوپید، ابله، نادان، غافل، بیخرد، یه چیزی توی این مایه ها میشه. لرج بت به سن نوجوانی 12 تا 16 سال میگن که معمولا نوجوانا باشون یکم آدم مشکل داره، یک دندن، زیاد حرف آدم نمیشنن، حقم دارن اتفاقا، ولی به این سن میگن لرج بت. مثالش رو بریم با هم ببینیم که چیه. مون فیس ویان دو ترمینه لرج بت، میگه سن نوجوانی پسرم تموم شده. نوز الان peut-être être tranquille، یعنی بالاخره شاید ما آروم بشیم دیگه، از دستش خلاص بشیم، یعنی یه نفسی بکشیم از دستش. واسه میشه لرج بت. اصطلاح دوم لرج دو غزون، یعنی سن خرد. وقتی که یک انسان کم سن و سالی عقل رس میشه، عقل میاد سر کلش، از لرج دو غزون استفاده میکنیم، یعنی به هر حال دیگه سر عقل اومده یک کسی. مثالی که داریم مثلا چه میگه؟ سه تا انفان سمبل و اغتان لرج دو غزون، این بچه به نظر به سن عقل رسیده یا مثلا عقل سرش اومده. ایلا انفان کمخی سپتیز، بالاخره دیگه این اشتباهاتشو یا این ندانم کاریاشو متوجه شد. پس میشه لرج دو غزون. قسمت بعدی لرج تندر. لرج تندر بچه یعنی تندر، یعنی لطیف، یعنی نرم. لرج تندر یعنی سن لطیف، سن بچه های کوچیک رو میگن لرج تندر. مون نوو ویان داوار 5 ان، یعنی بچه پسر خواهر یا برادرم، خواهر برادرش فرق نمیکنه، پسر مهمه، پسر خواهر برادرم 5 سالش شده. سه لرج تندر مثلا، یعنی این سن خیلی لطیفیه. اصطلاح بعدی لرج دور، یعنی سن طلایی. سن طلایی بچه ها کیه؟ وقتی که شما دیگه خیلی به بلوغ فکری رسیدید، به این میگن سن طلایی. اون دی که لرج دور entre 40 و 50 ans. Est vrai؟ اون لو دی. میگن که عقل آدم در عقل دوره دوران عقل طلایی آدم بین 40 تا 50 ساله. به نظر درسته؟ میگه میگن یالا کیمی. ما خیلی از آدما رو دیدیم که 40 50 سالشون هم 40 50 سالشون هم شده ولی هیچ عقلی نداشتن. لا فلور دو لاج، یعنی گل سالتون، گل سنتون. دوباره این هم یکم شبیه همون لاج دو هست. وقتی که ما در بهترین حالت خودمون هستیم، یعنی هم علاوه عقلی هم علاوه بدنی، میشه لا فلور دو لاج. گراس ا لا مدسین، یعنی به لطف علم پزشکی، اون وی پلو لونگتان، ما به مدت بیشتری زندگی میکنیم. لا فلور دو لاج ا روپوسه دو تان، میگه که به همین مقدار این گل سن ما هم رفته عقب تر، یعنی سن بیشتری شده. 40 60 تان، یعنی دو 40 ا 60 تان، یعنی 40 تا 60 سال شده گل سن ما به لطف علم پزشک. لرج کانونیک، دوباره این میگه که آدم هایی که قابل احترامن، خیلی خردمندن، مثلا میتونیم بگیم در قله خرد وایسادن، به این میگن لرج کانونیک. ست پرسون ارنج کانونیک توتفوا ال گارد ان بون مانتین ال سو دپلاس پرفکتمان. براو، میگه که این آدم در مثلا خیلی سن خوبی هستش و خوب خوشو نگه داشته، خیلی خیلی عالی جا به جا میشه، یعنی با این سنش آفرین بهش که انقدر تو سن خوبی. پراندر دو لاژ یعنی بچه سال خورده شدن، یعنی سن و سال سر آدم اومدن، یعنی که گرد زمانه به روی آدم نشستن، میشه پراندر دو لاژ. Je n'avais pas vu ma tante depuis l'an dernier. Il a changé et a pris de l'âge. میگه که عمامو یا خالمو از سال پیش ندیدم، تغییر کرده و یکم سن و سال سرش اومده. امیدوارم که خیلی از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت یادتون نره. منتظر یه ویدیوی دیگه با یه سری اصطلاح جالب دیگه باشید. میدونید که این اصطلاح‌ها به شدت به درد شما میخورن تا بتونید که بهتر صحبت کنید و بعضی وقتا بهتر بنویسید.